به ادامه خبرها توجه فرمایید تلویزیون الجزیره به نقل از منابع و شاهدان در استان الانبار گزارش داد در نبردهای سختی که هنگام تلاش نیروهای دولتی برای نزدیک شدن به شهرهای فلوجه و گرمه صورت گرفت 23 تن از آنان کشته و 17 تن مجروح شدند الجزیره افسود جنگ الانبار و تلاشهای دولت مالکی برای نفوذ به شهرهای فلوجه، گرمه و رمادی بعد از اینکه این جنگ به چهارمین ماه خود نزدیک می شود از یک سرفصل جدید عبور کرده است. به گزارش تلویزیون تغییر پادگان تارق وابسته به نظامیان مالکی در شرق فلوجه مورد تهاجم های کاتیوشا قرار گرفت. همچنین نیروهای اشایر گرمه تجمعات نظامیان مالکی در این شهر را با موشک هدف قرار دادند. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق اجازه نداد که تکادرهای کادرهای تلویزیون الاراقیه تلویزیون دولتی وابسته مالکی وارد مجلس نمایندگان شوند تا وقایع مجلس را تحت پوشش قرار دهند. محمد الخالدی منشی پارلمان عراق در این باره گفت: تلویزیون العراقیه به یک تلویزیون دولتی و یک تلویزیون نامتوازن در انتقال اخبار سقوه تبدیل شده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به دولت مالکی هشدار داد ایالت کردستان امکان توقف صدور نفت از کردستان به خارج و استفاده از آن به عنوان کارت فشار را دارد وی گفت این اقلیم میتواند با نظامیان مالکی رو در رو شود به گزارش تلویزیون العربیه مسعود بارزانی گفت اقلیم به لحاظ نظامی و اقتصادی قوی تر از بغداد است